در تو ای خداوند پناه بردم، پس تا به ابد خجل نخواهم شد. به عدالت خود مرا خلاصیده و برهان، گوش خود را به من فراگیر و مرا نجات بده. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، هموطنان عزیز ما که در ایران هستید، برنامه جدید ما به نام دعا و گواهی هستش که سعی میکنیم هر سه شنبه از ساعت 9:30 به وقت لس آنجلس تا ساعت 10:30 به وقت لس آنجلس در خدمت شما باشیم. شماره تلفن‌های ما باز خواهد بود به عنوان اولین برنامه. من تلفن موبایل خودم رو باز کردم، عزیزان میتونن با ما تماس بگیرن، اما سعی میکنیم تو این برنامه بیشتر در رابطه با شرحال آنچه را که هدفمون هست از دعا و گواهی که در طول سالها هست که خدمت رو ما داریم و بیش از 11 سال هستش که در کلیسای پسخان مسیح ما برای ایران و ایرانیان دعا میکنیم. همین امروز هم من در کلیسا بودم، مستقیم از خود کلیسا خدمت شما رسیدم در این برنامه. خوشحال میشیم عزیزانی که مایل هستند با من در تماس باشن در رابطه با گواهیه که خداوند، آنچه که خداوند انجام داده، میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن 818 716 4 تا 0، 818 716 4 تا 0، لطفاً تماس بگیرید. اما شماره استدیوی ما 818 699 1615 هستش که عزیزان میتونید تماس بگیرید. الان متاسفانه با یک مشکل فنی روبرو شدیم، ولی با همون 818 716 4 تا 0 اگر تماس بگیرید، فقط خواهشم این هستش که موضوعتون دعا و گواهی باشه. اگر سوالاتی هستش در برنامه‌های بعدی میتونم من در خدمت شما باشم. ما ادامه دعامون رو از کلیسا به استدیو داریم میاریم، به فیض خدا سعی میکنیم که روی فیسبوک و اینستاگرام هم نیست در کلیسا با شما عزیزان وصل باشیم برای دعاهایی که میخواید. و همون گونه که عرض کردم در طول این سالها شاهد بر این بودیم که خداوند چگونه عمل کرده با فیض و رحمتش. از همین ابتدا میل به این داریم که برای شما عزیزان دعا کنیم و تشویقتون میکنم. این برنامه در این وقت برنامه زنده هست هموطن عزیزم، لطفاً با دعای من نسبت مصلحت دلت متعهد شو و ایمان داشته باش. کلام خداوند اعلام میکنه که در نام من بطلب، یعنی در نام عیسی مسیح، در اعمال رسولان 4:12 میخوانیم که اعلام میکنه در نام من بطلب و این رو بدون که آن نامی که زیر این آسمان هست عیسی مسیح هستش و هیچ نامی غیر از نام مسیح ما داده نشده، که در این مسیر دعای ما اجابت بشه و ما نجات پیدا کنیم. و همون گونه که در انجیل یوحنا 14:13 و 14 اصلا علنا خود مسیح اعلام میکنه که در نام خود من بطلبید. پس ما با ایمان میپذیریم آنچه را که پذیرفتیم که 2000 سال پیش عیسی مسیح بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد، اینک نیز آن را خواهیم پذیرفت که مسیح
مطابق فیضش دعای ما رو اجابت میکنه. پس لطفاً با دعای من متحد بشین. اگر تلفنی بود حتما جواب خواهم داد برای دعا و برای شنیدن گواهی. گواهی منظور آن کاری هستش که خداوند در زندگی ایمانداران انجام میده نسبت به اجابت دعاشون. اکثرا به عنوان واژه شهادت استفاده میکنن، چیز بدی نمیدونیم، ولی ما گواهی رو از کلام خداوند گرفتیم و میخوایم این موضوع این شهادت کلن تو این قسمت از طرف خود من البته و این شبکه عنوان نشه. ما بیشتر از واژه گواهی میخوایم استفاده کنیم. پس سپاسگزارم میشم زنگ که میزنید بگید گواهی دارید. با هم دیگه پس دعا خواهیم کرد. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبتت در این وقت که وقت اجابت هست، وقت برکت هست، وقتی است که تو مهیا کردی برای هموطن عزیزم، چه در این برنامه که زنده است و چه در تکرار این آنانی که با دعای من متحد میشن. تو مطابق فیضت خداوند که از خون مسیح برمیاد اجابت کننده دعای عزیزان باشه خدا. در ابتدا میخوام که با فیضت، با خون عیسی مسیح کفاره کننده خدا، افکار و دل و احساسات و زندگی عزیزان باشی و در نام عیسی مسیح خدا عزیزان رو به برکت روحانی، برکت مالی ای خداوند مبارک بخوانی و همچنین این برنامه رو. و همچنین از تو میخوام مطابق فیضت کشور عزیز ما ایران رو آزاد کن تا هر باورمندی به آزادی بتونه ای خداوند نسبت به باورش ای پدر جان زندگی کنه و ما نیز بتونیم نام تو رو جلال بدیم در ایران. و چون همین را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. با ایمان دریافت کن هموطن عزیزم. همون گونه که عرض کردم بازم یک بار دیگه اعلام میکنم، اسم این برنامه ما هستش دعا و گواهی. عزیزانی که روی فیسبوک هستید میتونید موضوعاتتون رو بنویسید که موضوع دعاتون رو من همین الان براتون دعا خواهم کردش. و سپاسگزار میبینم که عزیزانی هستن الان روی فیسبوک، سپاسگزار هستم نیک عزیز. و خواهشم این هستش که لطفاً اگر موضوعی هستش برای دعا میتونید عنوان کنید. بله من همینطور نگاه میکنم، ببخشید، چون که میخوام عزیزان که برای دعا هست موضوع دعاشون رو هم بنویسیم. وقتی موضوع دعاتون شما ما میدید، این نیست که ما الان فقط دعا کنیم، بلکه گروه دعا ما در کلیسای پرستان مسیح یک هفته برای شما در دعا خواهند بود. و همچنین خیلی از این عزیزان هستن که در روزه هستن. به عنوان اولین برنامه شاید اون نظم رو ما نداشته باشیم، از این رو هست که نظم رو میدیم به دست خود روح القدس عزیزمون، روح القدسی که قلب‌ها رو لمس میکنه، با محبتش ما رو دستگیری خواهد کرد. پس خواهش میکنم عزیزان که روی فیسبوک هستید ما رو شیر کنید. متاسفانه متوجه شدیم که روی فیسبوک ما با مشکلاتی روبرو شدیم، علتش رو نمیدونیم. با متخصصین صحبت کردیم که افراد تو چند روز هستن که نتوانستن ما رو ببینن، نمیدونم چه علتی، نمیخوام از پافشاری کنیم، هک شدیم. اما احتمال اینم میتونه باشه که دیدیم که بسیار بینندگان ما کم شدن و احتمال میره که هک شده باشیم. اما خواهش میکنم، و یا امکان داره خود فیسبوک الان داره آپدیت میکنه، چون این رو نیز شنیدم، و برای اعضا شاید یک پروگرام خاصی داره که بعداً مشخص میشه که چگونه عمل میکنم. من از همون ابتدا مزمور 71 رو براتون خوندم. باز میلم بر این هستش که تو این برنامه تا کاملا جا بیفته که دیگه عزیزان به ما مدام زنگ بزنید، همون گونه که در شبکه‌های دیگه ما توانستیم، مانند شبکه محبت و شبکه پارس، شبکه یک توانستیم، وقتی جا افتادیم شبکه تصویب ایران بودیم مدتی، که همین که برنامه استارت زده میشد تلفن‌های ما پر میشد. به امید خدا همین امکانات رو خواهیم گذاشت و هم تا زمانی که بخواد این شرط ایجاد بشه از کلام خدا بیشتر خواهیم خوند، حتما میخونیم در طول برنامه ها. اما با مزمور 71 میخوام اولین برنامه اونو شروع کنیم. مزمور 71 نوشته بالای تیتر همون دعای مرد پیر. وقتی صحبت از پیر میکنه
تصویری در ذهن ما به وجود میاد که این هستش که این شخص که این دعا رو داشته میگفت میگرده یک حس، حالا نمیخوام بگیم ناتوانی، کم توانی نسبت به جوونی خودش داشته و خودش رو توی جایگاهی میتونه ببینه که چقدر ضعیفه، چقدر ضعیف شده و چه کارهایی در دوران جوانی انجام میداده اما امروز نمیتونه انجام بده و چگونه میتونسته به اهدافش برسه. فقط شاید با دو بار سه بار یه مطلبی رو گفتن کاراش درست میشده و خیلی ها گوش میکردن، حرف شنوایی داشتن ازش، ولی الان توی یک جایگاهی هستش که شاید خیلی ها بی اهمیت باشن به مطالب این شخص. اما بریم از خودش بشنویم که چگونه اعلام میکنه. در تو ای خداوند پناه بردم، پس تا به ابد خجل نخواهم شد. یعنی این اعتماد کاملی که نویسنده داره میگه، میگه وقتی من به تو پناه میارم تا ابد تو با من هستی، مال یه روز نیست، مال دو روز نیست. بعد خداوند، من که از دوران جوانی به تو توکل کردم، در زمان پیری، در زمان سختی، در زمان ضعف، در زمان مشکلاتم تو اجازه نمیدی که من خجل بشم. درسته که من پیر شدم، ولی خداوند تو که پیر نمیشی. درسته که من ضعیف شدم، ولی خدایا تو که ضعیف نمیشی، پس حمایت تو نیز با من خواهد بود. و ادامه میده، به عدالت خود مرا خلاصیده. چرا میگه عدالت؟ همون گونه که قبلا صحبت کردیم، عدالت در نظر علم و ساینس یعنی هر چی سر جای خودش، یعنی آن چیزی که به دلیلی تولید شده ثمرش همون هدف باشه. از نظر کتاب مقدس یک رابطه را داره نشون میده، رابطه درست انسان با خدا که در این رابطه هدف خدا نهاده است، یعنی این که انسان شکل خدا بشه. پس فکرش، احساسش، سخنش، اعمالش، دیدگاهش، چشماندازش، همه باید الهی باشه. پس این گونه هستش که من میتونم در حضور این خدای زنده باشم. این رو کتاب مقدس میگه عدالت. اگر خدا انسان را آفریده بهر این که به او حکمت بده، بهر این که اون ابدی باشه، بهر این که اون اقتدار داشته باشه، آرامش داشته باشه، امروز ما شاهد بر این هستیم که این انسان در ضعف، تو مشکلات، تو خستگی، تو افسردگی هست، این عدالت نیست. چون عدالت خدا این نبود، این یک واقعیتی هست که ایجاد کرد خود انسان، اما که از حقیقت که همون عدالت هست جدا شده. نویسنده اعلام میکنه به عدالت خود مرا خلاصیده و برهان، گوش خود را به من فراگیر و مرا نجات ده. چرا میگه گوش خود را؟ آیا خدا نمیشنوه؟ حتما خدا میشنوه، اما زمانی که من و شما که امروز از اون هدف اصلی دور شدیم، از آن که خدا در نظر داشت دور شدیم و اجداد ما دور شدن، موجودی دلیلش شد که این موجود اسمش شیطان هست و کتاب مقدس اون رو به عنوان مدعی برادران، یعنی کسی که میره بر علیه ایمانداران و بر علیه فرزندان خدا سخن میگه، اون میره پیش خداوند بر علیه ما سخن میگه و مجال نمیده، شلوغ میکنه، سر و صدا میکنه. ببخش من تلفونا رو یه نگاهی بکنم ببینم که گویا عزیزی رو ما روی خط داشتیم و نتونستیم بگیریم. در هر صورت سعی میکنم حالا این عزیز رو من بگیرم در اینکه دارم با شما صحبت میکنم. امیدوارم موفق بشم که این خواهرمون رو بگیریم. بله، اگر موفق بشیم با ایشون صحبت میکنیم. وقت شما بخیر. درود بر شما. درود بر شما. سلام. درود بر شما. مرسی. من دیدم لحظه شما اومدید و رفتید. میتونم اسمی از شما داشته باشم؟ بله، لادن هستم. بله، خیلی خوشحال هستم در خدمتتون هستم. خواهر لادن، بفرمایید. خواهش می‌کنم. ممنونم. خواهش می‌کنم.
ممنونم. من کشیش رسول الان حدود 12 سال هست که ایماندار هستم، شکر برای وجود خداوند باشه. آمین. من قبل از ایمانم جزء گروه بسیج فعال بودم. میتونم یه سوال کنم خواهر لادن از شما؟ بفرمایید. شما از کجا زنگ میزن؟ اگر براتون مقدور هست فقط بگید از کجا زنگ میزن. ممنون میشم، من همون بگم از ایران تماس میگیرم بهتره. بله بله، من همین بس مس. بله در میفهمید. ممنونم. بله میفهمم. بعد بله جزء گروه بسیج فعال بودم و در مذهب و شریعت خیلی والا و بزرگی بودم، یعنی طوری بودم که باید حتما چادر مقنعه سر میکردم، حجابم بسیار کامل بود و با خداوند عیسی مسیح به این طریق آشنا شدم که یه انجیل وارد خونه من شد و با اومدن این انجیل زندگی من خیلی زیر و رو شد. نماز میخوندم میگفتم چرا باید نماز بخونم و وضو میگرفتم میگفتم چرا باید وضو بگیرم و خیلی مسائل دیگه. حتی من به مشاور رفتم، به پزشک، به روانشناس، به همه اینا مراجعه کردم، قرص من دادم ولی من درمان نشدم تا زمانی که من اصلا عیسی مسیح رو نمیشناختم، تحت این شرایطی نمیشناختم ایشون رو. من خواب دیدم که از یک صلیب بسیار بزرگ داره خون میچکه و گفتم که چرا از این صلیب داره خون میچکه. گفت هر کی که به عیسی مسیح ایمان بیاره از این صلیب خون میچکه و به گناهاش اعتراف کنه. و من توجهی نکردم تا یک هفته بعدش که باز مجدد خواب دیدم. یعنی شما لادن جان، لادن جان، یعنی شما تا اون زمان نه انجیل خونده بودید نه کسی شما رو بشاره؟ به هیچ وجه من نه انجیل خونده بودم نه عیسی مسیح رو. من فقط در کتاب‌های فکر می‌کنم دبستان بود که حالا در تاریخ یا دینی دبستان نوشته شده بود من خونده بودم. اصلا نمی‌دونستم عیسی مسیح کی هستش و توجه باز به این صلیبه نکردم. و هفته بعدش خواب دیدم، زمانی که حالا فکر میکنم در تاریخ نوشته شده بود که ابراهیم رو در کوره از آتش میندازن و من ایشون رو دیدم که در یک صحرایی هستیم و من نگاه کردم به ایشون گفتم که تو کی هستی؟ گفت من ابراهیم هستم و نه ترس و با من بیا. زمانی که دست من در دست ایشون قرار گرفت من خیلی کوچولو شدم تو دستای ایشون و دیدم یک حلقه از آتش درست کردن، فریاد می‌زدم، میگفتم ایشون بیگناه هست و ایشون دست کشید روی سر من و گفت نترس، با من وارد این آتش باشو، من نمیذارم حتی بدنت بسوزه. زمانی که من با ایشون وارد آتش شدم کامل کامل آتش خاموش شد و هیچ اثری از آتش نبود. اونم توجه به این خواب نکردم تا زمانی که کار من کشید به بیمارستان و دکتر گفت که آخرین سونوگرافی رو بیارید. کلیه‌های من یکیش عفونت داشت و یکیش سنگ داشت که باید عمل می‌شدم ساعت 8 صبح و دکتر به پرستارو گفت آخرین سونوگرافی رو از ایشون بگیرید و برای 8 صبح آمادهش کنید برای اتاق عمل. ساعت تقریبا فکر میکنم 3 صبح بود که من تو بیمارستان بودم، دیدم در باز شد و یه نفر اومد دست گذاشت روی کلیه های من و رفت. من خیلی راحت برگشتم گفتم که تو کی هستی؟ گفت من مسیح هستم، کسی که 3 دفعه انکارش کردی. و صبح ساعت 8 صبح بود که دکتر اومد بالای سر من گفت آخرین سونوگرافی. گفتن آخرین سونوگرافی که انجام دادیم ساعت تقریبا 7:30 شب بود. گفت نه آخرین سونوگرافی رو بیارید. وقتی منو بردم بالا دیدم دارن پچ پچ میکنن، دکتر رو صدا زدن، دکتر اومد رو کرد من گفت شما به معجزه اعتقاد داری؟ گفتم که بله. خب علی معجزه میکنه، محمد معجزه میکنه؟ گفت نه، معجزه بالاتر از این حد. یا من برگشتم گفتم من نمیدونم، یه پرستاری اومد دست کشید روی کلیه های من رفت. بعد به من گفت بعد بیا کار بسیار بزرگی باهات دارم و خیلی راحت همون ساعت منو مرخص کردم. من اومدم منزل. وقتی که اومدم منزل بازم توجه، اینو بهتون میگم که من انجیل رو خوندم تا اون زمان و باز هم مسیح رو انکار کردم چون خیلی در شریعت و مذهب شدیدی بودم. درست. تا یک روز ساعت 2 صبح بود، همینجور که داشتم کانال رو عوض می کردم دیدم یک شبکه اومد به نام شبکه نجات و یه شبان بود به نام شبان رضا صفا. بله. اومدم خاموش کنم تلویزیونو، دیدم ایشون در اومد گفت که دخترم بیا
جلو و خداوند با تو کار داره. بله. اون لحظه یه لحظه به خودم گفتم با من کار داره. دم یه صدا به من گفت آره با تو کار داره. زمانی که من دستم روی تلویزیون گذاشتم کامل کامل روح از بدن من خارج شد. و همون لحظه که زانو زدم و مسیح رو قبول کردم و ایمان آوردم، تمام اون تاریکایی که اطراف من بود باز شد. یعنی چشم من کامل کامل باز شد، کامل فهمیدم مسیح کیه، انجیل چیه. اصلا کسی برای من توضیح نداده بود ولی برای من کامل باز شد. حتی در متا برای من باز شد اون لحظه. من تا اون زمان حتی نمیدونستم ما یه انجیلی داریم به نام انجیل متا. من کامل کامل انجیل متا اون زمان که داشتم به مسیح ایمان می آوردم برای من باز شد. بعد خلاصه من ایمان آوردم، خدا رو شد. و شوهر من مدام تکرار می کرد که اگر به برنگردی به دین خودت مجبورم طلاقت بدم. بهت 10 روز مهلت میدم اگر برنگشتی طلاقتو میگیری. من اصلا نمیدونستم که مسیح کیه و باید چی با مسیح اصلا باید چی بگم. گفتم من که نمیخواستم به ایمان بیارم، خودت خواستی من بهت ایمان آورده. من هنوزم نمیدونم تو کی هستی. این هست به نام عیسی مسیح که من بهش ایمان آوردم. شوهرم میخواد منو طلاق بده. بعد شب بود، دم شوهرم یهو فریاد زد، صدام زد، گفت که بیا. گفتم چیه؟ گفت من نمیدونم مسیح که یه نفر اومده به خواب من گفته به فرزند من کاری نداشته باش. شد برو هر کاری که دلت میخواد انجام بده، فقط نزدیک نیا. گذشت. خلاصه شوهرم هم خدا رو شد، این که اینقدر در مذهب و شریعت زیادی بود اینقدر منو اذیت کرد. من گفتم خب حالا ایمان نمیاره. یعنی ایمان آوردن ایشون در من قبل، یعنی من ایمان آوردم، بعد 20 روز بعدش شوهرم ایمان آورد. و اینو بگم که واقعا خداوند در این 12 سال ایمانم ثانیه دستای من رها نکرده. لحظه به لحظه خداوند بیشتر و بیشتر من دارم به خداوند رو میشناسم. و با شناخت منه که خداوند فیضش، رحمتش، برکتش رو بیشتر در روی من میریزه. آمین. و مدام از خداوند میخوام که باز هم عمیق‌تر بشناسمش. مشکلاتو دارم، مشکلات میاد میره، ولی این من هستم که فهمیدم خدای من کیه. این من هستم که فهمیدم تنها نیستم. این من هستم که میدونم اگر در مشکلات هستم، آرامش خداونده که رو من قرار گرفته، فیض خداونده که من رو تنها نمیذاره. و همین باعث خوشحالی میشه که تنها نیستم. الان میدونم خدایی دارم که میشنوه، زنده است. به خدای ایمان آوردم که لحظه به لحظه در کنارمه، احساسش میکنم. به خدای ایمان آوردم که دوستم داره و منم دوستش دارم و عاشقشم، چون اونم عاشق منه. حقیقتا خدا رو شکر، خدا رو شکر از این گواهی که شما اعلام کردید و چقدر زیبا و چقدر زیبا. خدا شکر. آیا میتونم بپرسم چند سال هست شما به مسیح ایمان آوردید؟ من کشی رسول عزیز 12 ساله که ایمان آوردم. شکر خدا. ولی تو این 12 سال روز به روز خدا رو دارم بیشتر میشناسم. روز به روز دارم بیشتر عاشقش میشم. روز به روز دارم عمیق‌تر نگاش میکنم. و واقعا به این میگم که شاید اوایل ایمان عزیزانی که تازه ایمان میارن فکر میکنن که وقتی که به عیسی مسیح ایمان میارن مشکلاتشون کامل کامل تموم شده. ولی نه، من نزدید من مشکلات تازه شروع میشه به یه علت که خداوند تو رو در آزمایش قرار میده که ببینی چقدر قبولش داری، چقدر باورش داری، چقدر میتونی بهش اعتماد کنی. درست. با سپاس از مطالبی که فرمودید. حالا سوال بعدیم این هستش که آیا خواهر من، شما در طول این سالها این خبر خوش نجات رو به دیگر هموطنانتون، فامیل و دوستان رسوندید یا نه؟ بله کشی رسول عزیز، خداوند واقعا فیضش رو، رحمتش رو، برکتش رو بر من جاری کرد. کسی که اصلا باور کنید نمیتونستن تو جمع صحبت کنه، اصلا نمیتونست وقتی توی جمعی قرار میگرفتم اینقدر استرس همه وجود منو میگرفت که آیا من میتونم حرف بزنم.
چه قبل از ایمانم، حالا چه بعد ایمانم، ولی خداوند چنان برکتی بر من و زندگی من و وجود من و زبان من ریخت و چنان فیض عظیمش رو شامل حال من کرد که من خیلی راحت بشارت می دادم. خیلی ها با صحبت در دقیقه من عیسی مسیح رو می شناسن و سریع ایمان میارم. خدا رو شکر می کنم که الان میتونم تو جمع عزیزان باشم، میتونم عزیزان رو حالا از نظر روحانی تغذیه کنم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. واقعا خیلی خوشحالم که هیچ راست. خدا رو شکر. و میگم که خداوند برای قدم برداشتن در راه خداوند این هست که تو وقتی قدم برمیداری، خداوند برای تو صدها قدم برمیداره. وقتی بهش اعتماد کنی، خداوند 100% جواب این اعتماد تو میده. آمین آمین آمین. که چیم سپاسگزارم از این که خالدان عزیز لطف کردید از ایران با ما در تماس بودید. خوشحال میشیم که در روزهای دیگه که برنامه داریم، برنامه همین دعا و گواهی هست، اگر باز شما گواهی دارید از شما بشنویم، مطلبی هست خوشحالم میکنید. و تشویقتون میکنم لطفا فرکانس ما رو به دوستان خودتون اعلام کنید. عزیزان که در ایران هستم فرکانس رو حتما از اتاق فرمان خواهش کنم. یاسر عزیزم لطف کنم. بله الان پایین صفحه شما مشاهده میفرمایید این فرکانس جدید امید جاودان هستش. ما قبلا روی اینترنت بودیم، در شبکه GLBs بودیم، اما الان هم روی GLBs هستیم، کانال 183، و همچنین میتونید ما رو روی ماهواره، روی فرکانسی که دارید میبینید یاست و همچنین ترکمنستان، میتونید شما اون رو داشته باشید. لطفا به دوستانتون بگید با ما تماس بگید و به ما بگید که صدا و تصویر ما چگونه هستش تا بتونیم برنامه ها رو بهتر از گذشته برای شما ارسال کنیم. و اگر پیشنهادی دارید خوشحال میشیم پیشنهاد شما رو بشنویم. سپاسگزار هستم خواهر لادن عزیز. اگر مطلبی نیست شما رو به دستان مسیح بسپارم. دادید که بتونم صحبت کنم با عزیزان ایماندار. شکر برای وجود شما. ممنونم از تمام زحمت هایی که برای فرزندان خداوند در ایران شما میکشید. خداوند مشکل است. من یکی میگم که چقدر شما بزرگواری و چقدر زحمت میکشید. عزیزی. و من اینو بگم که رسول عزیز خواهش کنم. و میدونم که عزیزان ایماندارم دارن میشنون که خواهش. هر چیزی که من الان هستم عزیز. از صبوری شما، خواهش از آرامشی هست که شما به من دادی. چون واقعا میگم شما خیلی خیلی در این 12 سال ایمانم من رو تحمل کردید. شکر برای وجود پربرکتتون باشه عزیزی. جلال از آن خدا. خوشحال میشم که رسول عزیز که باز هم بتونم بیام روی برنامه و بتونم عزیزان رو از نظر روحانی تقویت کنم. آمین آمین که چنین خواهید بود. فقط خواهش کنم لحظه روی خط باشید می توانید. ما دوست داریم، چون این برنامه ما برنامه دعا و گواهی هستش. خب گواهی دارید، شما میتونید دعایی داشته باشید برای هموطنان عزیز و یا اگر بخواید من برای شما دعا کنم، هر کدوم راضی هست. ممنون میشم که از رسول عزیز. من که احتیاج دعا خیلی دارم، ولی خواهش... من اجازه میدید یه دعایی بسیار کوچولو کنم؟ خواهش کنم. بفهم. آمین هللویا. ای پدر من که در آسمانی، هللویا عیسی مسیح خداوند زنده. پدر جان تو رو شکر میکنیم به نام عیسی مسیح پدر جان که فرزند یگانت رو دادی پدر جان، که ما رو از شریعت هامون، از مذهب هامون، از ترس هامون آزاد کنی پدر جان. آمین. تو رو شکر میکنیم پدر جان که ما رو از بندگی درآوردی و فرزند کردی پدر. آمین. جان پدر جان در نام عیسی مسیح شکرگزارت هستم که این متاسفانه صداشون قطع شدش. خب میدونیم ایران مشکلاتی هست، اما با ایمان میپذیریم دعای ایشون رو. هموطنان عزیز تشویق میکنم لطفا با ما در تماس باشید برای دعا، برای گواهی. این برنامه در این وقت برنامه زنده است. بازم سپاسگزار هستم از خواهرم لادن که از ایران تماس گرفتن. ما اولین برنامه دعا و گواهی رو داریم. شاید خیلی از شما عزیزان هستید که الان مثل این خواهرمون رو من دوباره باید اومدن. وقت شما بخیر. ببخشید لادن جان، شما گویا قطع شدید. الو جانم، گویا قطع شدید شما. بله. الو الو الو، دارید صدای منو؟ ببخشید
ادامه میدم دعا رو مطرح میکنم. هللویا پدر جان، خداوند تو رو شکر میکنیم پدر جان که ما رو از بندگی درآوردی و فرزند کردی. آمین. تو رو شکر میکنیم پدر جان که این لیاقت رو، این اجازه رو به ما دادی که تو رو پدر صدا بزنی. آمین. تو رو شکر میکنیم پدر جان. پدر جان به نام عیسی مسیح، قوت نام عیسی مسیح، از تو میخوایم پدر جان که همانطور که دریای سرخ رو پدر جان روی قوم اسرائیل باز کردی خداوند، دریای رحمتت رو پدر جان، دریای برکتت رو پدر جان، دریای فیضت رو پدر جان بر روی قوم ایران و ایرانی باز کن پدر جان. شکرت میکنیم پدر جان، آمین میگیم پدر جان. ما ایمان داریم خداوندم که تو لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه با فرزندانت هستی و هرگز تنهاشون نمیذاری خداوند. پدر جان به قوت نام عیسی مسیح از تو میخوام که خداوند تمام کسانی که خداوند گم شده هستند به نام عیسی مسیح خداوند در نور پادشاهی تو قدم بردارن پدر جان. میخوام که با پادشاهی تو خداوند، با خدا بودن تو پدر جان، با فیض عظیم تو، با رحمت الهی آسمانی تو روز روز آشنا و آشناتر بشن پدر جان. پادشاه زندگی تک تک این عزیزان باش در نام عیسی مسیح طلبیدیم و ایمان داریم پدر جان که تو زنده هستی، میشنوی و جواب میدی. آمین. آمین. آمین که با ایمان دریافت میکنیم. با سپاس از خواهرلادان عزیز، شما رو به دستان خدا میسپاریم تا توی فرصت دیگه بازم از شما بشنویم. خواهرلادان فیض خدا باشه. آمین. ممنونم کشی رسول عزیز، ممنونم نبونم. فیض خدا با تک تک شما باشه عزیز، همچنین شما فیض خدا باشه. خدا عزیزان میتونید با ما تماس بگیرید تو این وقت، و البته اگر اتاق فرمان لطف کنن بریم با هم دیگه یک سرودی رو بشنویم برمیگردیم. ولی تشویقتون میکنم در دقایقی که در پیش داریم میتونید تماس بگید، گواهی ایمانتون رو بگید، میتونید مطالب دعاتون رو و همچنین روی فیسبوک میتونید بنویسید. برنامه ما در این وقت برنامه زنده است در ایران، اروپا و همچنین آمریکا، کانادا، استرالیا داره پخش میشه. اولین برنامه دعا و گواهی هستش. پس تشویقتون میکنم عزیزان با ما تماس بگیرید. و همچنین جا داره امروز که هفتم آبان هست، روز کوروش بزرگ هست، به تک تک شما عزیزان شاد باش بگم. هموطنان عزیز میدونم که گل کاشتید، واقعا میدونم که سکوت نکردید در چنین روزی و خبراش رسیده که هموطنان ایرانی در برابر نظام ستمگر اسلامی چگونه ایستادن و به یاد میآورن کوروش و کار خدا رو که به توسط کوروش در جهان انجام داد. میریم برمیگردیم، لطفاً با ما باشید. شهادت سپید آیین سبزستان غیرت، سلام ای آسمان عشق و ایمان، سلام ای سرزمین دوباره تیر را اندر کمان کن، دوباره آرشی دیگر عیان کن، به تازم رخش را در بیشه هایت، به زایان رستمی از ریشه هایت، سلام ای دشت های باز و روشن، سلام ای چشم سار عطر گلشن، سلام ای کوه های سخت و سرکش، سلام ای آبی دریای بیغش، به تابان شمس عشق مولوی را بخونی، نامه های مثنوی را شکوفا کن، شکوه شرقیم را مدابا کن، غم بی دردیم را سکوتم را فریادی بدل کن، تمام حرفهایم را غزل کن، به مردانت بگو
صدا آوازم بزن، آهنگ دیگر گون من، شکن قفس را پر بزن، جان ها فدایت ای وطن، تا قله ها پرواز کن، راهی به فردا باز کن، بالا بلند استوار، آتش فشان عشق یار، به بدخواهان تو لعنت بکش، ایمان تو چشم بد است و دور با اهریمن تو کور با آینده باشی با درود مجدد به هموطنان عزیزمون در برنامه به نام دعا و گواهی. اگر هموطنان عزیز نیاز به دعا دارید، این برنامه در این وقت برنامه زنده هستش، میتونید با شماره تلفن 818-716-4-0 تماس بگیرید، در خدمت شما عزیزان هستیم. و اگر گواهی دارید میتوانید تماس بگیرید، خوشحال میشویم که گواهی شما رو بشنویم و میدونم که این باعث برکت برای ما میشه و دیگر هموطنان و بینندگان ما. درود میفرستم خدمت برادر عزیزی که از ایران تماس گرفتم. وقت شما بخیر برادر عزیزم. درود بر شما. درود بر شما. من میتونم از شما اسمی داشته باشم؟ عرضم به حضورتون، اول سلام میکنم خدمت برادر رسول حیدری عزیز. عزیزید سلامت باشی، خسته نباشی، پاینده باشی. ممنون بابت راه اندازی شبکه امید جاودان. سپاس از سلامت باشی عزیز. اگر امکانش هست من اسممو نگم. اشکال نداره، اشکالی داره؟ نه نه نه، ما شما رو به عنوان برادر در خدمتتون. بفهم خواهش کنم. ممنونم جانم. بفهم اول خدا رو شکر، من اول یه درخواست دعا برای خودم. خواهش کنم. برای اینکه تو ایمان برادر جان، تو ایمان بالاخره محدود دریافت پیام ها، دریافت تعالیمی که میبینیم خیلی کمه متاسفانه. بله. تو کشورمون این اجازه رو به ما نمیدن که مثلا تو مثل تو کشورهای دیگه بتونیم به راحتی دسترسی داشته باشیم. درست. خب سخته، ما خودمون مطالعه داریم، با شماها در تماس هستیم، ولی خب متاسفانه کمه. و اول درخواست دعا برای این موضوع، خدا آدمایی رو سر راهمون قرار بده. آمین. حتی راحت تر از این که بتونیم تلفن بزنیم. بله. و درخواست دعایی برای خودم تو موقعیت مالیم که بارها با خودتون صحبت کردم، از طریق تلفن زنگ زدم به برنامه امید زنده، از طریق شبکه محبت با شما تماس داشتم. بله. امید جاودان. امید جاودان. بله بله. آمین. آمین. بله خواهش. و از شما و الان میخوام برام دعا بکنید تو این مورد و گواهی که برادر جان، خداوند عیسی مسیح خدای حقیقی، خدای حی، خدای زنده. آمین. من گواهی رو میدم، بارها خودم، من 2 سال ایمان آوردم، 5 سالی که تحقیق کردم، قرآن رو مطالعه کردم، آدمی بسیار مذهبی، انجیل رو داشتم، میرفتم تو بیابون میشستم میخوندم، گریه که خدایا کی درست میگه، چیه حقیقت، چیه. باور کنید قبل از اینکه ایماندار بشم، یه شبی تو تعمیرات خونمون بودیم توی اتاق، احساس کردم یه آقای وارد شد، بعدا متوجه شدم که این مسیح اومده. هللویا. و سری آخری که مسیح رو دیدم، باز تو خواب دیدم برادر، اومد یه سری اتفاقات بهم نشون داد که من خدای حقیقی هستم. آمین. یه اتفاقاتی برام افتاد، دیدم یه چیزایی رو نمیتونم بیانش کنم، باور کن اینجوریه برام. بله. دنبال خدا گشتن تو این مذاهب، تو این بله. متاسفانه صدای فکر میکنیم خود خدا فقط کلیساست. بله. ولی برادر من این درک دارم، مسیح همه جا وجود داره، کلیسای جماعتی مثل ما، من و رسول و دیگران و دیگران. دوست. ولی خداوند حضور داره. آمین. در این که شکی نیست مسیح خدای حقیقی، خدای یکتا. آمین. من خیلی خوب اینو درک کردم که
تثلیث رو درک کردم، زحمت کشیدم راستش برادر. دو سال پنج سال تو این مورد زحمت کشیدم، تحقیق کردم و جالبه خدا خودش مسیرها رو نشون میده. حاله. از طریق همین گواهیایی که میدیم، از طریق راه اندازی همین شبکه ها، از طریق همین پیامهایی که ما میشنویم از دوستان شد. من این گواهیمه که دیگه به هم ثابت شده و البته سخته برادر جان. دعا کنیم. آمین. برای امنیتمون، برای تلفنایی که ما چه ظلمی در حق ما میشه برادر. بله میفهمم. ما زنگ میزنیم و ترس داریم راستش جانم. میترسیم که خدایا نکنه اتفاقی برامون بیفته. خب گیره دیگه، یه سری گیرها اینجا هست مسلم. این گواهی که خدای حقیقی، اصلا خود عیسی مسیح، هیچ شک و تردیدی درش نیست. ممکنه برای من اتفاق افتاده بارها که خدایا گیر کردم تو مسائل مالی که چرا جوابمو نمیدی جان. ولی باور دارم که خیلی وقتا خدا صبر میکنه تو همین جواب ندادنا، حکمتهایی هست، درسایی هست که هی خود آدم متوجه میشه دلیل چی بوده، چه جوریه. و شفاهایی که خیلی عزیزان گرفتن تو همین مسیر. من بزرگترین مشکل زندگیم اولی که حتی ایماندار نبودم برادر، بینندگانی که میبینن صدای منو میشنون، بزرگترین مشکلمو یه شب زنگ زدم و دعا به نام عیسی مسیح مشکلم حل شد. هللویا خدایش. اولین بار خدایش به من شد با معجزاتش برادر. آمین. بارها و بارها تو زندگیم با خودتون دعا کردم سر یه قضیه باقی بود، چاه آب ما خشک شد برادر. بله خودت در جریان هست. بله لطف کنید بگید، بسیار زیباست. آره اون زمان چاه خشک شد، 40 روز یه باقی بود، لیمو شیرین بود. بله. و خودت دعا کردی. یه صبح زودی خیلی نگران بودم، رفتم تو باغ، لیمو شیرین این حالتو داره، با 1 روز در میون تو موقعی که ثمر داره آب بخوره تا میوه‌هاش برسن. یه صبح زودی ساعت 5 صبح بیدار شدم نگران، این باغ دستمه، همه امیدم اینجاست تو قسمت مالی، اگر این از دستم بره خشک بشه من بدبخت میشم. و رفتم تو باغ دیدم که انگار خاک زمین گله. یادمه شما دعا کردید که خدای از شبنمای شب استفاده بکن. آمین. خدا استفاده کرده بود به نام عزیز عیسی مسیح. شد. من دیدم بارها و بارها، خدا رو شاهد میگیرم که اینا رو دارم راست میگم. آمین. و این که من از خودتون برادر، من مدیونم اگر نگم عزیزی. تو رو اندازی همین شبکه من به شما پیام دادم، گفتم باشم. من میخوام کمک مالی بکنم. بله. خود شما به من گفتید که نه، ما میخوایم به کسایی که تو ایران هستن ما کمک اونا بکنیم، از شما چیزی دریافت نمی کنیم. بله. این گواهی من، خدایا تو میشنوی، به نام عیسی مسیح میشنوی که این حقیقت بود. من گفتم آمین. تو کار مسیح دکان و بازاری نیست. درسته. هدف رساندن پیام خداونده. آمین. هدف آمین. رساندن پیام خداونده، نجات من و امثال من و خانواده هامونه. آمین. خدای حقیقی مسیحه. و اما من به این نتیجه رسیدم برادر جان. من راستش خیلی جا بی حکمت صحبت کردم. خواهش من. و اما من باید مواظب باشم، دنیا با ما مخالفه. بله. دنیا با ما سر ناسازگاری داره. بله بله. با حکمت هر جایی که میتونم پیاممو برسونم. براب. کتاب میگه همچون مار زیرک باشید چون کبوتران ساده. بله براب. با براب. زیرکی با هوشیاری پیام خداوندو برسونیم، مطمئنن حمایت و حفاظت خداوند بر ما هست. آمین. ایمان داریم دعا کنیم برادر. اگر آمین آمین دعا کنیم خداوند این حکمت رو بده، محافظتش بر همه ما باشه. آمین. مسائلی که برامون پیش میاد گاهن ممکنه شک بیاد، تردید بیاد. من اوائل فکر میکردم که اینا سیاسیه برادر جان. میگفتم اینا این برنامه های سیاسیه، اینا دروغ میگن، اینا برای درآمد این کار رو میکنن. تو تجربه 5 ساله که دارم تحقیق کردم و نزدیک 2 سال ایماندار هستم، خدایش بهم ثابت شده که همچین چیزی نیست. خدایش اصلا کسی از مسیحی دنبال پولی نیست. خدایش چرا شما از من پول نگرفتی؟ پیامایی که خداوند تو رویا به من میده چی؟ بله. خود خدا با آدم حرف میزنه. آمین. میگه به
اصلا کتاب مقدس باید مطالعه کرد. آمین. باید کتاب رو خون تا با حقیقت صحبتهایی که تو شبکه ها میشه متوجه بشید اینا چی میگن. آمین. من حالا بعد از 5 سال مثلا پیغام اوائلی که دریافت میکردم و دارم درک میکنم. قرار نیست به معنی این که وصل شدم به شبکه فوری متوجه بشم که شیش رسول حیدری چی میگه. باید مدام اینو ادامه بدم و موفق بشم. خدا هم کمک میکنه، روح مکاشفه میده، من متوجه میشم. ممنون خداوندم برادر. ممنون شما هستم. ما همچنین شما ممنون از غیرتتون. برامون در دعا باشی تو قسمت های مالی. به همه ما مردم ایران داره فشار میاد برادر. میدونم. مخصوصا ما که دنبال نون حلالیم برادر. جانم. سخت نون حلال در آوردن. بله. برامون دعا کنید. من تو دعاهای به نام عیسی مسیح خداوند جواب گرفتم. آمین. امروز هم میخوام برام دعا بکنید. حتماً حتماً. لحظه برام دعا بکنید. حتماً حتماً. خداوند دراشو برام باز بکنه. آمین. مکاشفه بده از کلامش. آمین. روحشو بریزه بر من و خانواده‌ام. آمین. به همه بینندگان و شنوندگانی که میشنون برادر جان. خواهش می‌کنم. به شماها برکت بده. آمین. به شماها کمک بکنه بتونید پیام خداوند رو به بهترین نحو به ماها برسونید. آمین. باور کنید ما برههای ما گوسفندان شما شبانای ما هستید. شبانایی که خدا عزیزی. دست گذاشته به روی شما شبان برای همه رسوندن هستید. کلام به ما. عزیز. آمین. آمین. پس بیاد من همه حتما شک نکنید عزیزم. حتما برادر خوبه. شکی به دل خودش راه نده. برابر. 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 ایمان به عیسی مسیح. ایمان به خدای زنده. ایمان آمین. به عیسی مسیح. ایمان به عیسی مسیح زندگیامونو عوض میکنه. هللویا. شکر شکر. آمین. آمین. لحظه پس لطفاً برادرم با دعای من متحد شد. هموطنان عزیز که امروز شما نیاز دارید به اینکه حقیقت رو بدانید. هموطنان عزیز که امروز شما نگاه میکنید چقدر درآمدتون ضعیفه و یا اصلا درآمد داری اما این کار برکت نداره. خواهش میکنم با دعای من متحد شید. هموطن عزیزم که به دنبال حقیقت و آزادی هستی با دعای من لطفاً متحد بشید. آنچه که برادرم نیز اعلام کرد فقط مشکلات و سختی‌های خودش نبود، درد یک کشور هست، درد جامعه‌ای هست که 80 میلیون رو متأسفانه به اسارت گرفته به خاطر موقعیت‌هایی که پیش اومده. لطفاً بیاید با من متحد بشید. هللویا. هللویا. خدای قدوس پدر آسمانی، خداوند شکرگزار هستیم برای محبتت، برای رحمتت ای خداوند. شکرگزار هستم برای برادر عزیزی که از ایران تماس گرفته ای خداوند. شکرگزار هستم برای نجاتی که برای اون مهیا کردی، قلب او رو به حقیقت خود لمس کردی. در نام عیسی مسیح اینک از تو میخوام فقط مطابق فیض تبر کن ای روح القدس عزیزم. برادرم رو برکت بده ای خداوند، تو که او رو در مسیر اراده خودت ای خداوند مبارک خواندی. به حقیقت خودت خواهش میکنم زندگی این برادر من رو، اهل خانوادهش ای خداوند، نسبت به نیازهای مالیش مبارک بخوان، نیازهای روحانیش، عاطفی و احساسی. و همچنین خواهش میکنم هموطنانی که اینک با دعای من متحد هستن رو به حضورت میارم، تو با فیضت ای خداوند آنان رو برکت بده تا آنان گواهی بدن و نام تو رو جلال بدن که شایسته ای. و همه اینها را در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنیم. سپاسگزار هستم برادرم. شما رو به دستان مسیح میسپاریم. به امید خدا در وقتهای دیگه بتونیم از دانش شما و گواهی شما برکت بگیریم. فیض خداوند با شما باشه. فیض خدا. عزیزید. ممنون. خدا حافظ. خدا. خدا حافظ. با سپاس از هموطنان عزیز که تا این وقت با ما بودید. همون گونه که عرض کردم حقیقتاً این یک موقعیت بود که چند روزی هست در فکرم بوده که مسئله دعا و گواهی رو داشته باشیم و امروز یک باره وقتی وارد استودیو شدم از آقای یاسر عزیز که سپاسگزار هستم که ایشونم همین که گفتم یاسر جان به دلم هست یه برنامه دعا و گواهی رو از امروز استاردش رو بزنیم، ایشون هم بلا فاصله موقعیت رو مهیا کردن. حتما در آینده با اوپنینگ خاص خودمون خواهیم بود با تلفن‌هایی که بتونیم باشیم و همچنین گروه تلفن رو خواهیم داشت در اینجا. پس تشویقتون میکنم هموطنانی که در ایران هستید مبادا دنبال فال و فالگیری برید، دنبال سر کتاب باز کردن برید عزیز. اونها دروغه، دروغ شیطانه، بی برکتی رو میاره. کلام خداوند در کتاب به نام ارمیا 33:3 میگه مرا بخوان
تو را اجابت میکنم و از آنچه نمیدانی به تو میگم. این نبوت. دعا میکنیم عزیزانی هستن با ما که عطای نبوت دارن، خود منم عطای نبوت دارم، زمانی که هدایت میشم حتما برای شما خواهم گفت. اما به دنبال فالگیر نرید لطفا، نبوتم مثل فالگیر نبینید. نبوت میشه که تو نجات پیدا کنی، رستگار بشی. نبوت در مسیح یعنی آگاهی، یعنی امید داشتن، یعنی قوت داشتن. و ما در این برنامه هستیم. تایم برنامه هامون رو حتما بیشتر خواهیم کرد، استانداردتر خواهد بود اینا، اما چون باید به برنامه های دیگه هم بپردازیم، شما را عزیزان را به دستان پرفیض مسیح میسپارم. فقط اجازه بدید از مزمور 71 چند تا آیه دیگه بخونم که سخن از دعای مرد پیر میکنه. میگه در تو ای خداوند پناه بردم، پس تا به ابد خجل نخواهم شد. به عدالت خود مرا خلاصیده و برهان، گوش خود را به من فراگیر و مرا نجات ده. برای من صخره سکونت باش تا همه وقت داخل آن شوم. و اون عیسی مسیح است و اون ایمان به عیسی مسیح است. تو به نجات من امر فرموده ای، زیرا صخره و قلعه من تو هستی. خدایا مرا از دست شریران برهان و از کف بدکاران ظالم. این دعای ما هست که خدا ملت ما را نجات بده، به مسیح ایمان بیاورن و خداوند مطابق فیضش این نظام اسلامی رو سرنگون کنه که شریر هست، همون شریری هستش که این نویسنده داره اعلام میکنه، تا کشور ما نیز آزاد باشه. بازم سپاسگزار هستم از اتاق فرمان یاسر عزیز و تک تک شما عزیزانی که با ما بودید. لطفاً آدرس فرکانس ما رو برای دیگر دوستان بفرستید و همچنین تشویقتون میکنم هموطنان عزیز، مشروط بر این که مایل هستید، ما احتیاج به 300 عضو داریم. 300 عضو احتیاج داریم که به ما ماهانه کمک کنن، حداقل روزی 30 دلار، از 30 دلار به بالا. اگر درآمد شما کم هست از روزی 1 دلار شروع کنید که کمک کردن میتونید برای اینکه این هدایای خودتون رو به ما برسونید. میتونید لطف کنید روی سایت ما برید pwoc.church pwoc.church و اونجا هدیتون رو بدید، و یا میتونید با ما تماس بگیرید و آدرس رو خواهید داشت. آدرس رو معمولا شما پایین صفحه شبکه امید جاودان خواهید دید که چکای خودت رو به نام pwoc ارسال کنید. و در انتهای سال گذشته تشکر از شما عزیزانی که این لطف دارید، ما برگه خواهیم داد که برای تکس شما خوب خواهد بود. بیزینسمندان عزیز میتونن به طور رایگان در این شبکه برنامه بذارن، اما خواهشن دونیشن کنید. در برابر آنچه که این شبکه انجام میده دونیشن از شما میخواد، یعنی هدیه، هدیه‌ای بدید که این هدیه بتونه این شبکه رو پایدار کنه، چون قصد بیزینس و کسب نداریم. برای همین هستش ما بیزینس شما رو هدیه میکنیم، شما لطفاً آنچه که نیاز مالی هست رو به عنوان هدیه میتونید به این شبکه کمک کنید. فیض خداوند عیسی مسیح پیوسته با شما عزیزان باشد و بماند تا ابد الاباد. آمین. فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه. دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو اینم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو. چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشم همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته، چشم همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته.